با سلام به شما بینندگان تلویزیون برابری، علی دماوندی هم و گفتگوی امروز رو در مورد تحولات خاورمیانه و به ویژه مصر تقدیمتون میکنم. گفتگوی رو که خواهید شنید قبل از تهاجم خونین ارتش مصر به تظاهرات و تجمعات نیروهای مدافع اخوان مسلمین صورت گرفته. همونطور که مطلعین، هزاران نفر در این قلع و قمع هواداران اخوان مسلمین کشته و زخمی و زندانی شدند. در شهرهای مختلف مصر حکومت نظامی اعلام شده و ارتش در واقع قصد داره تمام نیروهای مدافع اخوان مسلمین و تجمعات اونها رو قلقم کنه. به این لحاظ جنایت و کشتاری که صورت میگیره بسیار بسیار گسترده و وحشتناکه. تمام نیروهای آزادی خواه و انسان دوست واقعا باید این جنایت و این اقدام وحشیانه و غیر انسانی رو محکوم کنن. همونطور که میدونین ارتش با این اقدامش قصد داره که نه فقط جای پای خودش رو محکم کنه با سرکوب نیروهای ارتجایی نظیر اخوان مسلمین، در این حال میخواد با سرکوب نیروهای مخالف دیگه و خصوصا نیروهای مدافع انقلاب در واقع شرایط رو به شرایط قبل از انقلاب بکشونه. گفتگوی ما اساسا در این رابطه و در رابطه با آینده جنبش اسلامی بعد از این سرکوب و تظاهرات‌های بزرگ مردم مصر هست. شما رو دعوت میکنم به این گفتگو. با سلام به شما بینندگان تلویزیون برابری، گفتگویی دارم در مورد تحولات منطقه و سرنوشت اسلام سیاسی توی منطقه ما با رفقایم مجید دارابگی، بیژن سعیدپور و حمید موسوی. بهتون خوش آمد میگم که در این گفتگو شرکت کردید. اولین سوال من اینه که بعد از تحولات مصر و ترکیه و اعتراضاتی که علیه در واقع اسلامی کردن جامعه شد و پس از برکناری مرسی، همه آغاز پایان جنبش اسلام سیاسی رو مطرح میکنند و به طور بسیار روشنتر بشار اسد گفت که اسلام سیاسی مرد. شما چطور میبینید رفیق مجید؟ با درود بر شما و بینندگان عزیز تلویزیون برابری، تحولاتی که در ظرف یک سال گذشته در منطقه خاورمیانه روی داده در واقع نشانه های امید بخشی است بر اینکه اسلام سیاسی داره در زادگاهش شکست میخوره. زادگاه اسلام سیاسی خاورمیانه است و بشار اسد به درستی هم اشاره کرد در جایی که اسلام سیاسی در ظرف دو سال و نیم گذشته پس از در واقع جنبش بهار عربی توانست این جنبش مردمی را به یک شکلی ستروان کنه و یک استحاله اسلامی به حرکت مردم بده، با برکناری مرسی که بر اثر یک سری اعتراضات گسترده توده‌ای و به خیابان آمدن میلیون‌ها تن از مردم مصر صورت گرفت. این پرسش دقیقی است و در واقع بشار اسد با این جریان یک دشمن اصلی خودشو که در واقع رئیس جمهور منتخب مصر بود از دست داد و حق داره اون در واقع چنین حرفی را بر زبان بیاره. اما جنبش اسلامی به این معنا نیست که بگیم شکست قطعی خورد. جنبش اسلامی هنوزم در منطقه فعاله، هنوزم در کشورهای عربی و اسلامی اینجا و اونجا به مقاومت خودش و اینجا و اونجا به پیشروی خودش ادامه میده. اما در این حرکت میبایستی پذیرفت که یک شکست نسبی خورده. این شکست اونجا ایست که
در واقع سرکردگی یک کشور بزرگ عربی با 85 میلیون جمعیت را از دست داده و اگرچه ممکن است دست به مقاومت هایی بزنه، اما این مقاومت ها با شکست روبروه. تجربه قبلی الجزایر هم چنین بوده، جنبش اسلامی در برابر یک ارتش سازمان یافته توان مقاومت نداره. همونطوری که امروز میبینیم در سوریه هم این جریان وجود داره، با وجود اینکه در سوریه یک جنبش مردمی در آغاز برپا شد، ولی از اون زمان که جنبش مسلح شد، از یک طرف قدرت‌های خارجی در جنگ مداخله کردند و از طرف دیگر جریان‌های اسلامی به سرعت در واقع مسلح شدند، اون جنبشی که الان در سوریه قرار داره استحاله اسلامی پیدا کرد و در واقع جنگ در سوریه یک جنگ امروزه بین دو جریان ارتجاع مسلطه، یک دولت در واقع دیکتاتوری با سنت 40 ساله، دولت تک‌حزبی با سلطه یک خانواده یا بستگان یک خانواده، خانواده اسد، و از طرف دیگر جریان‌های اسلامی اخوان المسلمین و وابسته به در واقع القاعده و جریان ها. این در واقع میشه گفت که هم در سوریه و هم در مصر این دوتا جریان در حال شکست هستند. البته در مقایسه بین رژیم اسد و یک رژیم ارتجاعی از نوع جمهوری اسلامی در سوریه، میشه گفت که ارتجاع خطرناکتر در منطقه همین ارتجاع اسلامی است که همکنون در عراق ادامه داره، به یک شکلی در افغانستان ادامه داره و از شکل غالب ترش در ایران است که بعد از صحبت رفقا من در دور بعد مسائل ریزتری را طرح می‌کنم. اون چیزی که بیشتر مطرحه، میشه گفت که ما با یه اعتراض مدنی توی ترکیه علی اسلام سیاسی روبرویم، با فراخوان و جنبش تمرد در مصر رو برویم علی اسلامی رویان، و پیش از اون ما جنبش 88 رو داریم. میشه گفت که بعد از سه دهه جنبش اسلامگرایی توی منطقه ما جلو داشت میرفت، ما امروز شاهد یک بازگشت به جنبش مدنی، جنبش دفاع از دموکراسی و آزادی هستیم. آیا فکر میکنید که این پایان دوره مرسی در مصر آغازی بر پایان این جنبش اسلامگراییه؟ ضمن سلام به شما و بینندگان عزیز تلویزیون برابری، من بپردازم به جواب سوال شما. ببینید، در ترکیه جنبش اسلامی با یک انتخابات اومد به کار، یک. در ایران با یک انقلاب شکست خورد اومد به کار. در مصر با یک انقلاب نیمه تمام اومد به کار. در سه منطقه با سه نوع مختلف بستر قدرت هم. الان در ترکیه مردم خطر اسلامیزه کردن کشور رو احساس کردن، به همین دلیل میگن که در میدان تقسیم جمع میشن جوانان، مردم عادی، برای دفاع از زندگی عرفی خودشون. مزاحم برای اینکه این اواخر سندیکا هم به شدت فعال شدن، نیروهای سیاسی، نیروهای لایک و چپ هم فعال شدن، این خطر رو به خوبی احساس کردن. این در مصر افراد از این وسیع تره. درست یک سال بعد از اینکه مرسی به ریاست جمهوری انتخاب شد، همون بخش و زیادی از اونهایی که رأی دادن، اونها به خیابان آمدن و علیه مرسی و حزب اخوان المسلمین و اسلامی کردن جامعه اومدن جلو. این یک مسئله. در ایران هم همینجور. در ایران هم مردم به انواع مختلف مخالفت خودشونو با جمهوری اسلامی، با تمامیت جمهوری اسلامی نشوندن. آخرین نمونه و مهمترین نمونه میتونیم ببینیم در سال 88 بود که مردم خود ولایت فقیه نظام جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار دادن. اما اون چی که اینجا اهمیت داره، مصر به عنوان یک کشور مهم عربی، به عنوان کشوری که در اونجا اخوان المسلمین به قدرت رسیده، تحولاتش بسیار مهم و اثرگذار در منطقه ما. و همین داره الان مردم امضایی که جمع کردن حدود 22 میلیون نفر بود، امضایی جمع کردن که خواهان خلیقیت از اخوان المسلمین و محمد مرسی بود، که اینجا البته بعد یک همگرایی بین بخشی از اپوزیسیون و ارتش به وجود آمد و از محمد مرسی خلع
ریاست جمهوری شد. این مسئله، این در واقع میتونیم بگیم که مهمترین نقطه ایه که مردم علیه اسلام سیاسی بلند شدن. این مسئله است. بعد مسئله بعد، ولی هنوز کماکان این اسلام سیاسی در منطقه ما داره به حیات خودش ادامه میده و یک تناقضی هم اینجا داره عمل میکنه. اونی که بشار الاسد به عنوان یک دولت لایک، اپوزیسیونش اسلامیه، بعد جمهوری اسلامی به عنوان جمهوری اسلامی و کاملا یک اسلام سیاسی داره دقیقا از یک جمهوری لایک دفاع میکنه. یعنی اینجا نشون میده که این اسلام سیاسی حالت خیلی ماکیاولیستی هم داره، برای حفظ بقای خودش میتونه با حتی مخالفین خودش هم به راحتی متحد بشه و چیزم. اما اون چی که در منطقه ما همون خواهز اهمیتی، کشورهای دیگه هم درگیر هستن. در عراق الان شیعی ها هستن که تحت حمایت مستقیم جمهوری اسلامی هستن، سنی ها هستن که تحت عمدتا حمایت کشورهای عربستان و قطر هستن، در افغانستان طالبان که بیشترین حمایت از جانب پاکستان و عربستان و قطر بهشون داده میشه و اخیراً هم دفترشون در قطر گشایش پیدا کرده و حتی امریکا خواهان مذاکره مستقیم با طالبان شد. اینا کماکان به چیز خودشون اهمیت هست، ولی آنچه که این میتونه اینها رو وادار به عقب نشینی کنه و یا به سرا کنار زدن قطعشون بکنه، جنبش های توده‌ای مردمه، جنبش هایی که باید مرکب باشه از زحمت کشان، لایک ها و نیروهای دموکراسی طرف باشه که اینها رو به عقب برونه. مثل اون چی که در مصر در حال شکل‌گیریه، هنوز مصر ما نمیتونیم بگیم به نتایج قطعی رسیده، ولی در حال شکل‌گیریه و تا اینجا میتونیم بگیم که پیشرفت خوبی داشتن. شما چه ارزیابی دارید از این تحولاتی که در واقع شاهدش بودیم، حالا بیشتر در مصر، سوریه، ترکیه، عراق؟ میشه گفت که کلیت منطقه ما با یه موقعیت ویژه است، یعنی نبرد لایک ها، سکولار ها، طرفداران دموکراسی و جامعه مدرن با جریانات بنیادگرایی که هم از طرف ترکیه در واقع قطر و عربستان تقضیه میشن، هم از طرف در واقع جمهوری اسلامی چیز میشن و ما یعنی با یه معادله ویژه‌ای در واقع همون جوری که رفیقمون بیژن مطرح کرد روبرویم. شما چجوری میبینید؟ با سلام خدمت بینندگان و با تشکر از شما. این همچنان که بقیه افراد توضیح دادن، اسلام سیاسی به این معنا نیست که شکست خورده، ولی در یک جای بسیار حساس و تعیین کننده خلعیت شده، ولی به معنای شکست کاملش در خود مصر نیست، چون به هر حال اون جامعه مصر جامعه اسلامی، یعنی از نظر مذهبی فرهنگی هست و اخوان المسلمین به این سادگی هم عقب نشین نمی‌کنن. جنبش‌های ارتجاعی به هر حال یا به صورت همزیستی با این ارتجاع حاکم که نماینده همون بخش ارتجاع قبلی هست که نظامی‌ها اومدن رو کار اینا، یا به اینا به این شکلی همکاری می‌کنه ادامه میده. و ولی این که خلعیت شده به عنوان نیروی مسلط، یک به حساب پدیده بسیار مثبتی هست در خاورمیانه که تعیین کننده هست برای کشورهای منطقه، بخصوص همسایه هایی مثل مثلا تونس و بخش شمال آفریقا. اون چیزی که مسئله اسلام سیاسی که هنوز میتونه به بقای خودش و دوام خودش ادامه بده، ما میدونیم که با پا گرفتن جمهوری اسلامی، اسلام سیاسی فعال شد و به عنوان نیروی به حساب حاکم در ایران تونست با اون میلیاردها پولی که از فروش منابع طبیعی، ذخایر حفظ میل اموال اینا، به جنبش‌های تروریستی و جنبش‌های اسلامی کوچکی بزرگ در اقصای نقاط دنیا، از آفریقا، در آسیا، در حتی جنوب شرقی آسیا و به خصوص خاورمیانه انجام گرفت. این دوباره به حساب یه خون تازه‌ای در این جنبش‌های اسلامی روان بکنه و این جنبش‌های اسلامی همون بود که نمونه مشخصش بعد از جمهوری اسلامی مسئله عراق بود که نزدیک چندین حزب مختلف و که با گرایش‌های متفاوت از طریق جمهوری اسلامی تقویت می‌شدن برای روز مبادا که ما دیدیم همسویی آمریکا و جمهوری اسلامی صدام سرنگون کردن، یه ارتجاع به حساب یه رژیم ارتجاعی با نفوذ اسلامیست‌ها در عراق بنیان گذاشتن. اینا
منطقه همونطوری که رفیقمون بود در این بین تناقضات بسیار وجود داره. مهمترین متحد اسلام سیاسی در ایران یعنی رژیم مذهبی حاکم بر ایران سوریه هست در منطقه، که سوریه خودش اینجا اعلام میکنه، رژیم اسد اعلام میکنه که اسلام سیاسی شکست خوردین. منطقه هیچ عکس العملی حتی چیز مشخصی از طرف متحد به حمایت کننده رژیم ایران است انجام نمیگیری. اینا چون در یک وضعیت بسیار حساس پرتنشی هست. اینا اون چیزی که در سوریه ما مشاهده میکنیم و اخبار اطلاعات میشنویم اینه که نیروهای مختلف ارتجاعی مذهبی به اضافه بخش بسی از نیروهای مخالف رژیم اسد علیه رژیم اسد بلند شدن. منتها با توجه به همون سرکوبی که رژیم‌های حاکم، خانواده‌های نیمه سلطنتی نیمه جمهوری به اصطلاح در کشورهای خاورمیانه حکومت نسلن در نسلی داشتن، اینا برای جامعه‌های دموکراتیک و مترقی و چپ سرکوب کردن، زمینه اظهار وجود، زمینه بروز جامعه‌های اسلامی فراهم بود. اون چیزی که در ایران ما مثلا مشاهده کردیم در زمان خانواده پهلوی، چون تمام جامعه‌های دموکراتیک، جامعه جامعه‌های چپ، جامعه جامعه‌های ترقی‌خواه سرکوب شدن و زمینه برای رشد اسلام سیاسی در ایران فراهم بوده. تنها گروه و تنها شبکه هایی که آزاد بودن اسلام ارتجاعی آخوندها بوده که تونستن اینو به حساب در آخر جنبش مطالباتی مردم برای عدالت برابری آزادی تونن سوارش بشن. اون کاری که اخوان المسلمین هم تو مصر انجام داد. منتها در مصر اون جنبش مطالباتی مردم با اون امضاهای میلیونی و تظاهرات عظیمی که در تاریخ بی سابقه بوده زمینه را فراهم کرد که اینجا ارتش همسو بشه با مردم، از این فرصت استفاده بکنن که مرسی را خلیت بکنن. این جنبش‌های اسلامی ما میدونیم که به هر حال معنی نیست اینا که تعداد آخوند فقط نشستن اونجا دستور میدن جنبش‌های اسلامی بلند میشه میاد. اینا رو موج خواسته‌های مطالباتی، رو موج مبارزات مردم برای نان، آزادی اینا سوار میشن. وقتی که نیروهای مترقی، وقتی نیروهای رادیکال سرکوب میشن و زمینه فعالیت و امکان فعالیتی ندارن، جنبشی که دم دست هست و هم سو از نظر منافع دراز مدت با ارتجاع داخلی و امپریالیست‌های خارج و قدرت‌هایی که منافعشون از طریق همون رژیم های دیکتاتوری اونجا تامین میشه، همسو میشن و کمک میکنن اینا میان کار. این به نظر من، ولی این که این چیزی که به نظر من خیلی مهمه، این در حال حاضر این فرصت بسیار مناسبی هست برای نیروهای مترقی و بخصوص نیروهای مبارز و مترقی در ایران که از بخصوص از وقایعی که در مصر انجام میگیره، مصری‌ها از ما یاد میگرفتن که تو چاه عمیق نیافتن و ما الان از مصری‌ها میتونیم یاد بگیریم که با دامن زدن جنبش‌های مطالباتی در ایران خلیت بکنیم از اسلام سیاسی. ممنون. شما جنبندتون چیه؟ گفتید شما یک سری نکات دیگری دارید که اضافه کنید در موقعیتی که در واقع این جنبش، یعنی پایان جنبش اسلام سیاسی رو میتونه رقم بزنه توی منطقه ما. من به این صراحت نمیگم که اصلا بزنه، من میگم که جنبش اسلامی در دو کشور رقم میخوره. زادگاه جنبش اسلامی هم همین دو کشوره، یکیش مصر و یکیش ایران. در ایران در واقع اسلام سیاسی با تفسیر شیعه سر کاره، در اونجا اسلام اهل تصنم. اولا اینکه در این کشورهای اسلامی در طول تاریخ حکومت‌های اسلامی بودن، قوانین اسلامی کم و بیش اجرا شده از دوره از صدر اسلام تا پایان سرنگونی سلطان عثمانی در ترکیه. سلطان عثمانی خودش هم خلیفه می‌خوند. اتفاقا جنبش اسلامی در مصر اون زمانی شکل گرفت به لحاظ فکر ایدئولوژی که حکومت عثمانی با کودتای کمال آتاتورک از بین رفت. در مصر که تحت نفوذ انگلیسی ها بودن، انگلیسی ها تلاش کردن مرکز اسلامی را به قاهره بیارن
و در همون موقع بین علمای الازهر اختلاف افتاد بر سر یک تم خیلی جالب. گفتن در رسالت حضرت رسول امامت نبوده، یعنی گفتن دین اسلام دین حکومتی نیست، حکومتی که خود حضرت رسول کرده به زبان اونها حکومت خودش بوده، مأموریت خدایی نبوده. در این دعوایی که در اون مقطع مطرح شد و یک آدم برجسته مثل استاد علی الرضا اونه از کار برکنار کردم، از استادی الازهر بیرون کردم، این دعوا شکل گرفت. از طریق اینا هم به شیعیان ایران رسید. شیعیان ایران در طول تاریخ میگفتن حکومت از آن امام زمانه و غیر از امام زمان هیچ فردی شایستگی حکومت نداره، هر فردی که حاکم باشه حکومت ظلمه. اما این اندیشه‌ای که اتفاقا همون آیه‌ای که مصری‌ها بهش استناد میکردن که بر مبنای اون میشه حکومت کرد، خمینی در کتاب ولایت فقیش آورد، از اون تفسیر اونها تصریح کرد بر این که آخوندها میتونن حکومت کنن. بنابراین فکر ایدئولوژیک این اسلام سیاسی سرچشمه میگیره، از هند به مصر میرسه. اون کسانی که در واقع رهبران اخوان المسلمین هستند، سید قطب، این رو برمیگیره برجسته میکنه، میگن اسلام بنیادگرایی. یعنی چی؟ یعنی هرچه قرآن گفته غیر از اون را بذار کنار و حکومت بر مبنای این قرآن و لاغیر از دنیا هرچه میگذره برای خودش. این کتابی است که سرنوشت بشر را علل ابد و برای ابد و ازل تعیین کرده، بریم دنبالش. شخص خمینی در نجف به این اسناد پی میبره و در واقع بیانیه خودش به نام ولایت فقیه در سالهای 49-50 مینویسه و به ایران میفرسته. بخشی از روحانیت هم میگیرن. بنابراین این که میگیم اسلام سیاسی داره پایه‌هاش میریزه، در دو کشوریست که این فکر را اومده به جهان عرب گسترش داد، به جهان اسلام گسترش داد، به افغانستان، به اندونزی، به مالزی اون برتر رفته، تا جنوب فیلیپین، تا تایلند، تا برمه، هر جایی که مسئله اسلام است، تا شمال آفریقا، تا حتی تا نیجریه امروز در قلب آفریقا، در جنوب آفریقا. این بنیادش اینجا میریزه. در ایران با چه ریخته؟ از این که مردم ایران در نخستین فرصتی که پیدا کردن علیه این حکومت برخواستن. درسته که این حکومت به شکل قهرآمیز همه را سرنگون کرده، اما مقاومت گسترده بوده. در سال 88 تا فرجه پیدا کردن میلیونی ریختن توی خیابون. این جنبش که البته بدون تردید مصری ها و کشورهای عربی و بخصوص تونسی ها گفتن ما از ایرانی ها یاد گرفتیم، یعنی در واقع این که بهار عربیه به یک اعتبار از بهار تهران شروع شد، از خرداد تهران شروع شد، از خرداد ایران شروع شد در سال 88. این جنبش اسلامی در واقع تفاوتش با اون اسلام کهن در اینه، اون اسلام کهن از یک سنت استبدادی و دیکته شده مذهبی به نام آیه های قرآنی تمام کرد. این جنبش انقلابی هم هست، یعنی در واقع میخواد هدفاش را با غرب برسه. در همین جریانی که در مصر اتفاق افتاد به بیش از 100 سن تجاوز کردن، یعنی اون اسلام سیاسی به خودش اجازه میده، به خودش اجازه میده به مخالفش تجاوز جنسی کنه. این دیگه اون اسلام نیست، این یک اسلام سیاسی است. در ایران دیدیم که به مردا هم تجاوز کردن در زندان ها، یعنی این شیوه برخورد، این برخورد ماکیاولی از اسلام دقیقا یک اسلام سیاسی است که به قوه قهر و سرکوب و خشونت با تم انقلابی در همه جا میگم انقلاب کرد. اینجاست که میبینیم که جریان هایی که نماینده عقب مونده ترین فکر بشری هستند، مثل طالبان افغانستان، مثل همین هواداران القاعده در سوریه کنونی، مثل جریان ارتجاعی در الجزایر که پیش از همه اینا در سال 90 تا 96 شکل گرفت،
کودکان را می بردن روی میز می آتن با ساتور می کشتن که مردم از این شیوه خشونت وحشت کنن. دختران 3 سال به بالا را می دزدیدن ببرن در کوها بزرگ بشن از اون برابرداری جنسی کنن. این اسلام سیاسی در حرکت خودش نفرت ایجاد کرده و در واقع نتونستن با اسلام لیبرالی مردم را فریب بدن. در ترکیه همینجور که رفقا اشاره کردن این اسلام در پوشش دموکراتیک سر کار اومد و دفاع کرد در ظاهر از یک حکومت لائسه، از عرفی گرایی. به تدریج قدم به قدم میخواست پایه های ارتش را تضعیف کنه، پایه های مقاومت را تضعیف کنه و اسلام گرایی را ببره بالا. کما اینکه همین دعوای میدان تقسیم 20 سال پیش همین شخص اردوغان تلاشش این بود در این مرکز شهر یه مسجد بسازه که با مقاومت روبرو شد. پس از 20 سال خواست اون مسجد رو در پوشش یک مجتمع در واقع تجاری و بازرگانی بسازه، یک بازار درست کنه پشتش مسجد بسازه. در مصر هم منتها مردم خیلی زود هوشیار شدن، دلایل زیادی هم داشت، اینها خواستن اسلامیزه کنن به سرعت جمهوری اسلامی ولی نتونستن. چرا؟ به خاطر اینکه برآمده از یک انقلابی بود که وزن عرفی گرایی در این جنبش اعتراضی مردم بالا بود. وقتی این جنبش بالا بود سریع میتونستن برگردونن. مارکس یه اصطلاح جالبی داره، میگه کارگرها در انقلاب وقتی که یک انقلاب بورژوا دموکراتیک خیلی خیلی ریشه‌ای باشه تنها تفنگا را از این دوش به اون دوش میتونن بندازن. و در واقع در مصر چنین بود. در مصر مردمی که حرکت کرده بودن خیلی راحت تونستن با بسیج توده‌ای مقابله کنن با یک بنیادگرایی اسلامی، در حالی که در ایران به این راحتی نشد. چرا؟ در ایران ماشین رژیم گذشته آسیب دید، ماشین نظامیش متلاشی شد، اینا تونستن از اون ماشین نظامی متلاشی شده برای خودشون یک ارتش ایدئولوژیک بسازن. همین توصیه‌ای که بروجردی به مصری ها کرد، گفت اونا اشتباه کردن، اونا کار ما را میکردن، باید سیستری یک ارتش درست میکردن، این ارتش را از بین می‌بردن، فرمانده‌هاش را برکنار میکردن، قدرتی در ارتش نمیذاشتن به عنوان یک نهاد منسجم بتونه در برابرشان باشه. بنابراین اون چیزی که در مورد اسلام سیاسی میشه گفت، اسلام سیاسی در واقع قصدش بازگشت به گذشته است، اما با بهره‌مندی از ابزار مدرن، با تکیه به انقلاب، و اینکه این حرکتی را انجام میده انقلابه و در این حال با این انقلاب به نیازهای توده مستمند، توده درمونده، توده نومید، توده بی‌هویت هویت میده. خب این در واقع جوهر اینه. این اسلام الان به یک شکل در افغانستان وجود داره، با ویژگی‌های قبیله‌ای خود، یعنی هر جایی با ویژگی‌های معین کشور خودشون خودش رو سازمان میده. حالا به ایلاز من سوالم برمیگردونم به رفیقمون حمید. شما با این ویژگی هایی که برشمرده فرم مجید برشمرد، یعنی ویژگی هایی که یک اسلام سیاسی با ویژگی های قبیله‌ای داره، یعنی خشونت هایی رو سازمان میدن، خودشو با شرایط اجتماعی سازمان میده، ولی ما با یک جنبش عمومی الان طرفیم که یه چیز تا حد زیادی پدیده جدیدیه، یعنی بعد از جنبش 80 هست به مثابه یک جنبش تو ایران، بعد توی ترکیه و بعد توی در واقع مصر. ما با پدیده تازه‌ای روبرویم، پدیده‌ای که میخواد پایان بده به عمر جنبش اسلامی که به بتونه به عنوان یک جریان حاکم و قدرتمند عمل کنه، میخواد مهر جدیدی بر منطقه ما بکوبه. فکر میکنی ما چه درسایی میتونیم بگیریم مثلا از جنبش مصر، مثلا همین جنبش فراخوانی، جنبش عزل، جنبش تمرد؟ ببین به نظر من در ایران از بعد به روی کار آمدن حکومت اسلامی و استقرار دیکتاتوری مذهبی و سرکوب اینا، همیشه اون جنبش
مقاومت جنبش مردم ادامه داشته. اینجوری نبوده که مثلا مردم هیچ کاری نکردن، چون الان 30 و خورده سال از جمهوری اسلامی تمام تلاش و تمام امکانات کشور بزرگ به کار برده که کشور رو اسلامیزه کنه، مذهبی کنه، تمام آزادی های مدنی رو از مردم بگیره، سلب کنه. ما می‌بینیم که از بعد روی کار آمدن، حتی قبل از روی کار آمدن حکومت اسلامی و آخوندها در سال 57، شعار یکی از شعارهاشون اینه یا روسری یا توسری. و بعد از 35 سال هنوز این مسئله به حساب ساده را ندونستن حل کنن، مردم نپذیرفتن. روز به روز می‌بینیم که این جنبش مدنی مثلا با این عظمت در یک وسعت بسیار زیادی در کشور ایران ادامه داره. و همینطور در من این مثال زدم و همینطور در مثال دیگه هم مطرح هست. اینا نمیدونم پوشش‌های اسلامی و اونجایی که حکومت زورش رسیده تونسته کاراش پیش ببره، مثلا فرض کن در قوانین به جای قوانین حقوقی قوانین مدرن قضایی اون شریعت دوران بربریت رو مثلا حاکم میکنه. فرض کن تو دادگاه ها مثلا میان مثلا فرض کن اگه پدر و مادر اختلاف دارن فرزندان رو میگیرن میدن پدر، که از نظر مثلا دنیای مدرن از نظر روانی علمی اینا کاملا مغایر هست با اون چیز طبیعت مثلا کودکان اینا. این منظورم این بوده که این جنبش مقاومت جنبش مخالفت در ایران بوده. منتها اون چیزی که در ایران فرق داشت و داره با این جنبش در مصر این بود که تو اون دوران انقلاب 57 مردم ایران جنبش های مطالباتی مردم متشکل و تعمیق نداشت. اینا یعنی از نظر مثلا تشکیلاتی، از نظر حزبی، از نظر سازماندهی مردم یه رهبری منسجمی در برای پیشبرد اون جنبش های مطالباتشون برای آزادی دموکراسی اینا رو نداشتن. اینا و همین باعث شد که بعد از انقلاب اون روحانیت و اوباش و بازار تونستن سازماندهی بکنن نیروهای ارتجایی و اوباش لومپنها اینا رو و همون چیزهای نظامی بازوهای نظامی خودشون رو از بین اینا که سپاه پاسداران کمیته بود برای سرکوب مداوم ایجاد بکنن که اون ارتش قبلی رو منحل کردن اینا. این و از همه مهمتر برای این بود که هر گونه تشکلی رو که بتونه جنبش‌های مطالباتی مردم رو رهبری کنه و پیش بره اینا رو از بین بردن، چون ما دیدیم که این خشونت‌های بی‌سابقه‌ای از در تاریخ تا در دهه 60. این در مصر ما اونچنان که مطالب رو دنبال می‌کنیم، مسائل دنبال می‌کنیم، اینه که بعد از خود روی کار آمدن مرسی بر اثر یه انقلاب مردم بوده، منتها با تجربیاتی که امپریالیست جهانی و آمریکا که ارتش مصر ارتش دست پرورده آمریکا است، برای کمک‌های نظامی، کمک‌های اقتصادی فقط آمریکا 3 میلیارد در سال کمک به ارتش مصر کمک میشه اینا. بعد این قبل از اینکه انقلاب تعمیق بشه و بتونن هر کسی هویت خودش و نیروهای خودش رو مشخص بکنه، چو انتخابات صورت گرفت و مرسی اومد رو کار. تلاش اینا طبیعتاً مثل همه جنبش‌های اسلامی و چی ما می‌گوییم اینا با دروغ اول میان به هر طریقی. یعنی ما تو ایران نمونهش می‌بینیم، تو چشم آدم نگاه می‌کنن دروغ میگن و به خاطر عوام فریبی برای اینکه به قدرت برسن. وقتی که به قدرت رسیدن بسته به نیرویی که دارن، بسته به قدرت و زوری که دارن پیش میرن اینا. اگه موقعی که تونستن با نرمش به حساب اون مسائل اون قوانین ارتجایی خودشون رو بتونن تعمیل بکنن به مردم، وقتی هم نتونستن با سرکوب، اون چیزی که در ایران از اول با سرکوب همراه بوده اینا. اون تا در مصر بعد از یک سال رو کار آمدن مرسی این نبود که تنها مردم به خاطر مسائل مذهبی و مسئله شریعت و مسئله این علیه مرسی بلند شدن، این یعنی مخالفتشون با این بوده که هیچ کدوم از مطالباتی، یعنی از اون قول قرارهایی که مرسی داده بود مردم در مورد تامین فرض کن مسکن، پایین آوردن قیمت ها، پایین آوردن بیکاری، چون تو مصر این مسائل بیداد میکنه، به هیچ کدوم از اینا نتونست جواب بده. و همون دست اون ارتجاع جهانی هم یه مقدار وحشت داشتن با توجه به این که تو ایران تجربه داشتن اینا که حکومت مذهبی وقتی چی پایش قوی میکنه
دیگه تنها با مردم خودش دشمن نیست، که برای اونا خب خوب هست، اینا برای امپریالیست جهانی خوب هست که رژیم ایران مردمش سرکوب میکنن نتونن بیان جلو اینا، منتها برای خود اینا هم در سر ایجاد میکنه. یعنی اون چیزی که اینا در سیاست‌های بین‌المللیشون در رابطه با منطقه منافع درازمدتشون هست، اون چیزی اون نیروی کاملا مطلوب نیست، ولی در مقاطعی میتونن از این استفاده کنن. این بوده که این جنبش‌های مطالباتی مردم در مصر نتونست سرکوب بشه، پیش رفت، برخلاف اون انقلاب 57 ماه. به انقلاب 57 ماه پیش رفت، منتها به این وسعت نبود سریع تونست سرکوب بشه اینا، چون اون احزاب و اون چیزهایی که در مصر فعال بودن، نیروهای مدنی که فعال بودن، تو ایران ما اینا رو نداشتیم. این بوده که الان ما دیدیم که ارتش در مصر از این فرصت استفاده کردن، همسو هست با منافع بین المللی به قدرت‌های خارجی بخصوص آمریکا، نه اینکه کاملا، چون اونا هم در شک تردید بودن اینا که از اخوان مسلمین حمایت بکنن یا از اونا. مدعا اخوان مسلمین همچنان که گفتن بقیه ارتجاع بخش‌های دیگه دیکتاتوری‌های ارتجایی مطمئن نبودن که اخوان مسلمین اون چیزی که اونا میخوان پیش ببره یا نه، یا میخواد اون شریعتی که باعث مزاحمت هست براشون پیش ببره. مثلا ما بیشتر با جنبش توده‌ای مواجهیم، یه جنبش تمردی درست هست اینا، ولی بدون کمک‌های مالی. ببینید شما اگر در نظر بگیر، اگر کمک‌های مالی عربستان و قطر میلیاردها را به مصر سرازیر می‌کردن، شاید اخوان اسمیت میتونست به یه مدتی مردم فریب بده پیش ببره. چین اینا این کار رو نکردن. یعنی اخوان مسلمین، حکومت اخوان مسلمین، ما تمام گزارش‌هایی که از مصر میان، قیمت ها سرسام‌آور بالا رفته، مسئله نان، مسئله مسکن، مسئله بیکاری، مسئله صف‌های طولانی بنزین، مسئله همه اینا، اینا هم مردم رو اینا زیاد فکر کردن، اون جنبش مدنی اینا. این بود، یعنی از بیرون، از اون ارتجاع کشورهای ارتجاعی منطقه مثل عربستان و قطر و فلان اینا، اون میلیاردها نیومد که بتونن اینا دوام پیدا بکنه اینا. بعد این باعث شد که اینا نتونن حتی مثلا اون نیروهای سرکوب خودشون هم تامین کنن، چون تو ایران نیروهای سرکوب سریع تونستن با فروش نفت با فلان اینا تونستن اون میلیاردها پولی که از نفت میاره اینا قدرت سپاه رو سازمانش تامین کنه، قدرت سرکوب رو سازمان بدن، ولی در مصر این کارو نتونستن انجام بدن. بیشنجا ما در یک موقعیتی بودیم که مسئله خطر جنگ داخلی مثلا توی لیبی و ویرانی ساختارهای اونجا، امروز سوریه، جنگ قبلی و موقعیت وحشتناکی که اونجا هست، بعد خود به اصطلاح سیاست ماجراجویانه و وحشتناکی که دولت احمدی نژاد و رژیم اسلامی در واقع داشت چیز میکرد، یک حراس و یک به اصطلاح فضایی رو ایجاد کرده بود در بین مردم که اینا باید دنبال یک چیز مثبتی بودن، یعنی بین به اصطلاح بد و بدتر در حال انتخاب. و این در همین فاصله ای که مردم ما در فاصله بین انتخاب بد و بدتر بودن، ما شاهد به خیابان آمدن مردم ترکیه و اشغال میدان تقسیم هستیم. از اون ور جنبش تمرد رو میبینیم که میاد یک جوان وبلاگ نویس و گروه های فعال زنان سکولارها همه میان 22 میلیون نفر امضا میکنن علیه دولت اسلامی مصر، علیه پشت کردن به قول معروف به خواستها و مسائل مردم، و اون 22 میلیون یک دفعه در خیابان‌ها در شکل اشغال مراکز به اصطلاح حساس مثل میدان‌های چیز عمل می‌کنه. تو این فاصله چیز مثبت رو شما چجوری می‌بینی؟ این چه پیامی داره منطقه ما برای مردمی که در بین معضل بین بد و بدتر، انتخاب بد و بدتر قرار گرفتن؟ من خوب نکته اشاره کردم. ببینید، ترکیه اسلامگرایان بر بستر یک دموکراسی نیمبند به قدرت رسیدن، یعنی همچنان احزاب و سندیکاها وجود داشتن و دارند فعلا. در مصر اون حالت دوگانه هنوز ادامه داره. اون چیزی رو که خمینی به سرعت در ایران سرکوب کرد،
خمینی یعنی جمهوری اسلامی به صورت از فردای قیام شروع کرد نیروها و سازمانها و چیزها رو زدن و به هیچ سازمانی سندیکای اجازه قدرت اجازه روش رو نمو نداد. حتی ببینید یک کانون نویسندگان رو تحمل نکرد. الان چند سال از انقلاب ایران میگذره، یک سندیکای داریم، سندیکای کارگران شرکت واحد. این سندیکا عملا عضواش یا زندانن چه هیئت مدیرش یا آوارن. اون بار سندیکای نیشکر هفت تپه عملا همینجوری یا آواره یا زندان یا مخفیان. این رژیم خودش دقیقا متوجه میشه که در عدم وجود تشکل‌های مستقل توده‌ای، عدم چیز رهبران شناخته شده، اونا هستن که در بزنگاه ها میتونن سازماندهی کنن، هدایت کنن جنبش های توده‌ای را. در مصر این حالت دوگانه ادامه داشت و الان هم داره. هنوزم به اصطلاح احزاب میگن به شدت روش کردن اونجا، سندیکا به شدت روش کردن اونجا و تونستن اون خواسته های بیواسطه مردم سازماندهی کنن. این مسئله هست. بعد در این سه کشور مهم منطقه که شما اشاره کردید، در ترکیه الان در میدان تقسیم، در ایران، ایران مردم از صندوق رأی فلان استفاده کردن. یک بار در سال 88 از صندوق رأی استفاده کردن، بعد اون تقلب آشکار و بزرگ اومدن تو خیابون، بعد از تا حدود یک سال تونستن ادامه بدن، بعد با سرکوب خشن و خونین و زندان و از همه مهمتر عدم وجود یک تشکیلات های متعدد، حالا اون چگونگی تشکیلات ها، چگونه این انضباط درونش، روابط درونشون در چه حدی باشه، اون مسئله بعده. ولی در مورد عدم وجود این تشکل ها، عدم یک رهبری منسجم که بتونه خواستار رو حول به قول درازو یک چشمنداز معینی رهبری کنه، اینا همه باعث شد که رژیم سرکوب کنه. این بار هم باز مردم ما سعی کردن باز هم بین بد و بدتر به صدا برن پای چیز، این که به آقای روحانی مثلا رای بدن، بخشن که اصلا بایکوت کردن، بوده 27% دارا اصلا نرفتن پای رای دادن. شهرهای بزرگ هم که قلمه تهران 52% رای ندادن، تبریز تا 47% رای ندادن. اینا همه و در اینها همه نشون دهنده، در این سه کشور عمده منطقه نشون دهنده اینه که مردم دارن میرن به طور چیز در مقابله مستقیم با اسلام سیاسی. حالا هر کس به روش خودش. در مصر حالت دوگانه الان وجود داره همچنان. این بار ارتش دو بار در مصر اومد به کمک نظام. یک بار موقعی بود که ملت دیگه رفته بودن که اون آقای حسنی مبارک رو به طور انقلابی بیارنش پایین، اونجا حسنی مبارک رو برمیداره، در چه یه مقدار جد میذاره، بعد یک انتخابات میذاره که آقای مرسی میاد. آقای مرسی دلیل پیروزیش خیلی روشنه، یکی از دلایلش اخوان المسلمین تشکیلات داشت، سلفیست ها تشکیلات داشتن، ولی مخالفین تشکیلاتی نداشتن، چند تا شخصیت داشتن، ولی در مصر سندیکای قوی چون سالها سرکوب حسنی مبارک، سندیکای کارگری، احزاب چپ، احزاب مدنی، لایق وجود نداشتن یا اگر هم وجود داشتن خیلی ضعیف بودن، ولی در یک سال اخیر احزاب و سندیکا به شدت رشد کردن. ارتش از اون موقعیت استفاده کرد و حسنی مبارک رو برداشت. بعد در یک انتخابات آقای مرسی با کمک تشکیلاتی که داشتن، اخوان المسلمین و اخشار عقب مانده‌تر مصر، قدرت رو در دست میگیره. این ولی الان که مردم مصر بشه بگی از تجربه بیواسطه ما استفاده کردن، یعنی از اون بلایی که بر سر مردم ایران اومد اونا استفاده رو میکنن، تجربه پیدا کردن و از ابتدا بعد از یک سال از آقای مرسی بازخواست میخوان بکنن. آقا چه کردی در این یک سال؟ ببینید در از یک سال گذشته پول ملی مصر 7-10% ارزشش از دست داده، تورم رفته بالا، بعد بیکاری ابعاد افسارگسیخته پیدا کرده، توریسم که یکی از منابع اصلی مصر به دلیل این ناهنجاری ها و زمختی های بی حد اسلامی ها سقوط کرده. اینه در مجموع چون ایران یک کشور نفریزه،
جمهوری اسلامی مثلا رو توریست زیاد براش مسئله نیست. واسه میگه من توریست بخوام، توریست اسلامی میخوام. ولی در ترکیه و مصر بس فرق میکنه، مخصوصا در مصر. این یکی از ممرهای درآمد اصلی مصر که سالانه رو نزدیک 20 میلیارد دلار شاید هم بیشتر درآمد ارزی براش تولید میکنه. به همین راحتی نمیتونیم چیز کنیم. در این مسائل یعنی حکومت یک ساله آقای مرسی اون راه 30 ساله ما رو به صورت مصری ها آموزش داد و اونا اینجا بود. حالا ما چی میتونیم بگیریم؟ یعنی این جنبش فراخوانی، این جنبش تمرد که مثلا روی یک خواست معینه برکناری مرسیه، چطور تونست این تنوع رو در یک خواست معین سازمان بده، به عمل در بیاره؟ مثلا آیا مثلا ما مثلا ببخشید در مورد مسئله اعدام آیا نمیتونیم مثلا یک جنبش عمومی سراسری یه توپی رو به گردش در بیاریم که بتونه کل این نظام جنایت، نظامی رو که در واقع 40 سال 34 سال داره اینجوری جامعه ما رو به عقب میبره، بتونیم واقعا به عقبش برونیم، بیاریمش پایین؟ ببینید مثلا شما چه ویژگی هایی دیگه میتونید بهش اضافه کنید؟ هیچ جنبشی به اراده خارج از خودش شکل نمیگیره. یک مسائلی هستن مسائل عامن، یک مسائلی هستن مسائل خاصن. مسئله اعدام، مخالفت با اعدام، مخالفت همه مردم نیست. خیلی از همون مردمی که تو ایران هستن از اعدامهایی که جمهوری اسلامی میکنه متاسفانه پشتیبانی میکنن. مردم جمع میشن گاهی اوقات، اون جایی که سیاسی، اون جایی که مسائل یه شکل دیگه ای داره، ولی اون جایی که مثلا جنایتکارا را اعدام میکنن، اون جایی که قاچاقچی که شریک خودشون هستن اعدام میکنن، اونجا از طرف مردم استقبال میشه. در این کشورهایی که جنبش شکل میگیره، در واقع یک جنبشی شکل میگیره خارج از نیروهای درون حکومت. در جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی یک تاکتیکی را که به کار برده در گذشته این بوده که همه مبارزات را کشیده تو تارچوب جناح‌های حکومتی. جنبش سال 88 که در ایران شکست خورد، یک دلیلش این بود که این جنبش رهبریش جزئی از حکومت بود و میخواست این حکومت را حفظ کنه. حتی اگر یک خواستی حول مسئله اعدام شکل بگیره، این به معنای جنبش سرنگونی نیست. جنبشی که علیه مرسی شکل گرفت جنبش پایین کشیدنه، جنبش تمرد، جنبش عزله. یعنی ما میخواییم تو رو برکنار کنیم، دیگری را جانشین بودشیم. مثلا میشه الان که مثلا مردم تا حدی گروه های از مردم، میلیون ها نفر رفتن رأی دادن به روحانی در مقابل آقای چیز، به خاطر اینکه گفته که من مسئله هسته‌ای پایان میدم، به تحریم ها پایان میدم، این موقعیت اجتماعی رو بهتر میکنم، بیکاری رو، بیکاری 5 میلیونی رو به طور کوتاه مدت قطعا حل میکنم. آیا وقتی مثلا یک دفعه 6 ماه یا 1 سال بگذره و بگن پاشنه بر همان چیز میچرخد، آیا این جنبش تمرد نمیشه یه بگونی اونجا سازمان داد؟ ببینید سازماندهی چگونه میشه و خواست مردم چیه. این که ما الان در این بحث کردیم یک فاکتور را در نظر نگرفتیم یا بهش نپرداختیم، یک فاکتوری که در این جنبش اسلامی وجود داره و گاه به صورت یک پادسر عمل میکنه، نقش امپریالیسم، امپریالیسم جهانی در شکل دادن به جنبش اسلامی در اینجا و اونجا نقش برجسته داشته. در همین مصر هم نقش داشته، در ایران هم نقش داشته، در افغانستان و عراق هم شکل داشته. بحثش مفصله، اینجا بهش نپردازیم. اما در همین مصر دولت های پیشین، یک دوره انور سادات، یک دوره مبارک، این اسلامگرایان را در برابر جنبش چپ تقویت میکردن. همون کاری که امروز در سوریه میکنن و اسلامگرایان را در برابر یک دولت سکولار تقویت میکنن. در افغانستان اسلامگرایان را علیه یک دولت سکولاری که به هر حال مناسبات ویژه با اتحاد شوروی پیشین داشت تقویت کردن.
در ایران یک فاکتوری که به بقای جمهوری اسلامی در ظرف سالهای گذشته کمک کرده نقش امپریالیسم، حضور امپریالیسم در منطقه و جمهوری اسلامی تونسته بخشی از توده ها را با شعارهای ضد امپریالیستی در صحنه نگه داره. همین امروز در سوریه که بحث میکنیم اینجا یک گریزی هم بزنن به اون که اشاره شد که جنبش های اسلامی یک پایه قبیله‌ای دارن. همه جنبش های اسلامی قبیله‌ای نیستن، ولی نقش قبیله‌ای هم مهمه. خانواده بن لادن از یمن هستن. بیشترین فدایان این گروه القاعده در جهان یمنی هستن، از بستگان یک قبیله‌ای که اون بهش وابسته است. در سوریه الان پس از برکناری جریان‌های، پس از اسکناره‌گیری البته، جریان‌های معتدل و لائیک، دو کس که به قدرت رسیدن، یکی از یک قبیله است، دیگری از قبیله دیگری، یکیش از عربستان سعودی کمک میگیره، دیگری از قطر، و در واقع رقابت در سر اون دولت موقت، شورای موقتی که امروز در سوریه هست، رفته پای دو کشور وابسته به امپریالیسم که یکیش قطر باشه، یکیش عربستان سعودی باشه. برگردن به این اصل ایران و به این پرسش دقیق، یک جنبش در ایران بدون تردید شکل میگیره. هر آدمی با یک وعده های میاد تو. بیگمان مردمی که رفتن به روحانی رای دادن، این مردم مطالباتی دارن، اومدن به یک سری مسائلی که روحانی گفتگو کرده امید بستن. این امید حالا به باور من کاذبه، به خاطر اینکه در ایران رئیس جمهور در برابر شخص ولی فقیه و بخصوص امروز در برابر بیت رهبری و باند در واقع نظامی مافیایی سپاه نقشی نداره. همین الانم اگر وحشت نداشته باشن، الانم میتونم رئیس جمهور را قبل از ادای، پس از ادای سوگندم حتی بگیرن و برکنار کنن. اما جنبش در ایران در شرایطی شکل میگیره که این فشارها اوج بگیره. امروز محاصره اقتصادی زندگی را به مردم تنگ کرده. حکومت هنوز میتونه مقداری نفت و گاز بفروشه، به خصوص گازش که از طریق پمپاش در لوله ها به بازار میرسه و ارزی تولید کنه. اون زمان که دامنه فشارهای اقتصادی بالا بره که رژیم نتونه هزینه های جاری را پردازه، الان کشورهای ورشکسته دنیا را میبینیم، بانک های معتبر اروپایی و بانک جهانی تقویت میکنه، ورشکستگی جمهوری اسلامی را اینا تقویت نمیکنن. ورشکستگی جمهوری اسلامی جنبش توده‌ای را به پا میخیزه. جمهوری اسلامی هیچ راهی نداره جز اینکه بیاد با امپریالیسم آمریکا سازش کنه، تعدیل اقتصادی کنه، یا با یک جنبش توده‌ای روبرو بشه. قطعا روبرو شدن با یک جنبش توده‌ای هر جریانی وظیفه دیگری داره. متاسفانه وقت ما رو به پایانه. شما به عنوان یک جمله چه جنبندی میشه گفت که از گفته های خودتون دارید؟ همین جان من در رابطه با اون چیزی که مربوط به ایران هست اینو میتونم بگم که تمام هیچ راهی برای تغییر، برای زیر کشیدن جمهوری اسلامی در ایران وجود نداره، مگر اینکه مردم با تشکل‌های خودشون جنبش مطالبات خودشون پیش ببرن و بتونن اینا رو بکشن. شما چی میگید؟ مثلا ما تحریم فعال برای دوره معینی، با تحریم فعال خواستایی که مردم با امید و آرزوهایی که داشتن با اون برن جلو، پیش اونجا سازماندهی کرد و طریق خواستای بیواسطه مردم و خواست مطالباتی و خواستای سیاسی رفت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را. آره دقیقا همینه. در واقع مطالبات مردم بایستی مردم بر روی مطالبات خودشون پافشاری کنن و حکومت را زیر فشار بذارن و مجموعه حکومت را، نه این جمله، زیر فشار بذارن برای برآورده شدن نیازهایی که امروز از هر زمانی ضروری تره. و قطعا میتونم بگم جمهوری اسلامی جز سرنگونیش
چشم‌اندازی برای مردم ایران نداره. ممنون از شرکت کنندگان در این گفتگو. امیدوارم بتونیم گفتگوهای دیگری صمیمانه در مورد همه سوالات و معضلاتی که در مقابل ما وجود داره بریم با شما مطرح کنیم.